دوستان عزیز، چند تا سوال مطرح شد، یکی درباره متعت النساء. دوستان عزیز مختصر جواب بدیم اینا رو. این کتاب، کتاب سنن کبرای جناب نسائی هست، از کتاب سنن کبرای للامام ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی، متوفای سال 303، مؤسسه الرساله کتاب را چاپ کرده. چاپ کجا هست؟ من شما عرض بکنم که باید بریم جلد پنجم این کتاب، این جلد پنجم، الجزء الخامس، چاپ، بله اینجا خودتان بخوانید، مؤسسه الرساله، در سال، سالش ننوشته، سالش اصلا، سال اینجا 1421 میلادی. خیلی خوب، اینجا بریم صفحه 325. صفحه 232، معذرت میخوام، 232، بله. اینجا ببین صفحه 232 باب متعه هست. جابر ابن عبدالله گفته است، سندش هم هست، حدیث 5513، كنا نعمل بها يعني متعة النساء على عهد رسول الله وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهى عنها عمر، كمتعة النساء جريان داشت در زمان پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم وزمان أبي بكر ودر زمان عمر، بعد عمر از این کار نهی کرده. این حدیث صریحه که عمر این مطلب را نهی کرده. اما این که خواهر عایشه، این حدیث 5515 را ببینید. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر، ما وارد شدیم بر أسماء دختر أبي بكر. مسلم قري میگوید که ما رفتیم پیش أسماء دختر أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، از دختر أبي بكر درباره متعة النساء پرسیدیم. دختر ابوبکر چی گفت؟ قالت فعلناها، ما انجام دادیم، علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اینا چند نفر مجرد بلند شدن رفتن پیش اسماء که این بس. خب این چیه؟ گفته ما در زمان پیغمبر جایز بود. خب که جایز بود، الان جایزه، بعدش اونجا چی کار کردن میشه نگفته. خلاصه این با اسماء خواهر عایشه، دختر ابوبکر، این اعتراف صریحشه که خودش گفته که فعلنا، حالا چقدر چند بار کرده و چی بار با کی که انجام داده اوش دیگه معلوم نیست، خدا میدونه، اما انجام داده، خودش گفته فعلنا، متعه رو انجام داده. اگر حرامه، اگر زنا هست، برید از ابوبکر بپرسید. خب این از این.